در حالی که مسابقات جام جهانی فوتبال در جریانه بگو مگو درباره سیاست های حاکم بر فوتبال در خارج از میدانهای مسابقه هم به همون شدت ادامه داره مهمان من در این زمینه به خصوص درباره فوتبال ایران صدایش در چند سال اخیر بلندتر از هر کسی دیگر بوده او در حال حاضر مربی تیمی در آلمانه و بیش از سی ساله که در کشورهای مختلف مربیگری کرده اگرچه پدرش میخواست او فیلمساز برجسته بشه از نظر او چرا تیم ایران به این مسابقات نرفت و مشکل فوتبال ایران چیه آقای بهمن فروتن به برنامه به بار دیگر خوش آمدید آقای فروتن امروزا مسابقات جام جهانی داره برگزار میشه و تیم ایران در این مسابقات نیست شما تا چند سال اخیر بیش از هر کسی دیگه منتقد وضعیت فوتبال ایران و منتقد دستندرکاران فوتبال ایران بودید شما فکر میکنین چرا تیم ایران به این مسابقات نرفت من کلا آقای فانی منتقد فوتبال بین المللی هستم همه چیز جهانی شده و ما در سطح جهان و در سطح بین المللی باید به فوتبال نگاه کنیم فوتبال دنیا مشکلات زیادی داره و ما هم مشکلات زیادتری داریم و به همین دلیل نتونستیم بریم به جامع جهانی خب حالا شما اجازه بدین ما در فو... فعلا در فوتبال ایران ببونیم به فوتبال جهانی هم خواهیم پرداخت ولی علت مشکلات فوتبال ایران به خصوص چیه فکر میکنید مشکل فوتبال ایران مشکل کلی ورزش در کشورهای در حال توسعه هست در کشورهای عقب افتاده همیشه ورزش وابسته به یه شاهی، پسر شاهی، برادر شاهیه که اینا یه ورزش به خصوص رو دوست داشته باشن یعنی اگر در کشورهای عقب افتاده یه حاکمی فوتبال رو دوست داشته باشه فوتبال پیشرفت میکنه در کشورهای در حال توسعه باید رفت و دید که پارلمانی که در اون کشور هست آیا این پارلمان ورزشی هست یا نه شما ببینید من پشت سرم این براندنبورگ تور هست و در کشور آلمان در برلین پایتخت آلمان دارم با شما صحبت میکنم اینجا من خیلی نمایندگان پارلمان آلمان رو از طریق فوتبال میشناسم اینا همشون تو مدرسه هاشون یا وقتی جوون بودن با فوتبال با ورزش قهرمانی درگیر بودن یعنی شما یه نماینده یه پارلمان آلمان نمیبینید که در دوران جوانی مسابقه نداده باشه اینا میدونن که ورزش یک سیستم اجتماعی و هر سیستم اجتماعی باید عملکرد داشته باشه و روزایی که مسابقه هست حتی من فکر میکنم که بعضی از جلساتشون رو تعطیل کنن و بشینن مسابقات رو ببینن ما در کشور ما بزرگترین علت عقب موندگی ورزشمون اینه که پارلمانمون ورزشی نیست درست صد و وکیل مجلس شورای اسلامی عضو فراکسیون ورزش هستن ولی دو سه نفرشون بیشتر در این زمینه فعال نیستن یعنی شما در واقع مشکلتون, مشکلتون در واقع اینه آقای فروتن که نمایندگان مجلس به طور شخصی گرایشی به ورزش ندارن یا اینکه سیاست های ورزشی در پارلمان بایستی تدوین و تنظیم بشه منظورتون چیه دقیقا؟ منظورم اینه ببینین الان مسئله من کاری ندارم که اصلاح طلب سر کارن یا اصولگراها به هر حال در این سی سال گذشته از این دو تیف همیشه یه رئیس جمهوری سر کار بوده اما ورزش ببینین معاون رئیس جمهورا رئیس ورزش هم میشن یعنی در حقیقت ورزش حیات خلوت رئیس جمهورا بوده و خب مجلس شورای اسلامی هم نمیتونه بیاد و یه رئیس جمهوری رو به خاطر حیات خلوتش بازخواست کنه بگه چرا نرفتین جام جهانی به همین دلیله که اگر من, من فکر میکنم که اگر ما یک پارلمان ورزشی داشته باشیم یعنی ورزش عمومی ورزش همگانی در کشور ما پا بگیره و اون بچه ای که ورزش میکنه ورزش قهرمانی مسابقه داده میاد میشه وکیل مجلس میدونه که ورزش هم این غذا و استراحت و کار یکی از واجبات هر جامعه ایه به این شکل شما ببینین تیم ملی ما به جام جهانی نرفته ولی کی مسئولشه مجلس نمیاد نمیتونه بیاد بگه که آقا این حیات خلوت تو یه خورده تمیزترش کن چرا به هم ریخته است و من فکر میکنم در وهله اول کشورهای در حال توسعه باید یه و... یک وزارت ورزش درست کنن که مجلسشون هم ورزشی باشه مهم باشه این ورزش و بتونن این وزارتخونه رو برای این شکست هایی که متوجه ما میشه برای اینکه ما مثلا تیم نمیدونم بنگلادش و افغانستان نیستیم ما یه روزی از همه آسیایی ها بهتر بودیم و الان ما میبینیم که تیم کره شمالی میره یه بازی بسیار عالی در مقابل برزیل نشون میده کره جنوبی برنده میشه ژاپن برنده میشه یه روزی ما از همه این تیما قوی تر بودیم پس یعنی شما, اینه شما که صحبت مشکلی که شما نام برد صحبت شما لاب به صحبت شما آقای فروتن اینه در واقع که وقتی که مثلا ما در ایران می‌بینیم که رئیس جمهور کشور ظاهرا علاقه نشون میده فوتبال حتی با لباس ورزشی فوتبال میره تو تمرین بازیکن‌ها شرکت میکنه در بعضی موارد این در واقع یه نوع تظاهر از دید شما اون چیزی که واقعیه اینه که مجلس که نماینده های مردم هستن نظر و برنامه برای ورزش داشته باشه منظورتون اینه دیگه نه احمدی نژاد هم تظاهر نمیکنه آقای فانی احمدی نژاد فوتبالیست بوده سر تمرین خود منم بوده اونم فوتبال رو دوست داره ولی ساختار ورزش ما یه ساختاریه که نمیتونه موفق بشه ببینین من اول از همه خیلی جهانی صحبت کردم و شما منو آوردین تو منطقه خودمون ورزش در کل جهان و به خصوص فوتبال دست راست محافظه کار راست محافظه کار اپوزیسیون چپ نداره که چون چپ توی ورزش و به خصوص تو فوتبال یک نوع بیارزگی نشون داده و یعنی یک نوع تکبر در حالی که خب اون از چپ وقتی از قدیم شروع بکنیم میگفتن که فوتبال ورزش زحمت کشا و پرولتریه یعنی درست میدونیه که باید چپ درش حضور میداشت و به همین شکل هم هست هر موقع چپ ها میان سر کار چون تمام اهرم های ورزش و فوتبال دست راست محافظه کاره اونا هم در مدتی که سر کار هستن نمیتونن یک تغییر و تحولات بنیادی در این چرا فکر میکنین فکر میکنیم مشکل فکر میکنی چرا فکر میکنین مشکل چیه یعنی مشکل محافظه کارا به دلیل نگرششون به ورزشه یا اینکه فساد در ورزش ایجاد کردن ببینین همین مسئله است ما هشت سالم یه حکومت اصلاح طلب داشتیم که آقای حاشمی تبا و مهرالی زاده و سعید فائقی و صفایی فراهانی مشغول به کار بودن ولی اونام نتونستن یه تغییر بنیادی در این ورزش به وجود بیارن چون اونا رأس کار بودن و در پایین تمام اهرم‌ها دست راست محافظه کاره راست محافظ کار تخصص آنچنانی در این کار نداره ولی فعال و در عین حال گرا. یعنی به آدمای متخصص اگر هم عقیده خودشون نباشن راه نمیدن که اونام با یک همکاری بتونن ورزش رو رو به جلو ببرن چپ هم که میاد مشاوراش همون راستان همونایی که از فساد در ورزش استفاده میبرن و به دلیل غیبت طولانی که داشتن نمیتونن تحولی در این زمینه به وجود بیارن این در سطح بین المللی اینطوری هست شما بیاین به من نشون بدین که چپ کجای ورزش دنیا فعاله <applause> و وقتی هم ما میبینیم که یک خلعی ایجاد میشه و اپوزیسیونی به نام چپ وجود نداره اون وقت 85 تا بانک تو آمریکا ورشکست میشه جنرال موتورز ورشکست میشه و اوپل هم به زودی تقش در میاد 25 هزار تا آدم بیکار میشن یعنی در واقع شما این همه جای دنیا آها. بوده و هست شما برخوردی ایدئولوژیک میکنین به ورزش به نظر اینجوری میاد آقای فروتن نه نه من برخورد ایدئولوژیک نمی کنم برای اینکه اگر برخورد ایدئولوژیک می کردم نباید حاضر می شدم با راست محافظ کار برای پیشرفت فوتبال یا ورزش همکاری بکنم نه برخورد ایدئولوژیک معمولا اینه که هر ایدئولوژی حالا ایدئولوژی چپ هم باشه فرق گرایی میکنه من دنبال این هستم که یه همکاری به وجود بیاد من الان دارم میبینم که خب یه دوران یخبندانی داشتیم یه دورانی داشتیم بردهداری بوده الان دنیای پسامدر دنیای تخریبه همه چیز داره خراب میشه اگر که آدما بتونن دست به دست هم دیگه بدن و همکاری بکنن برای جلوگیری از این تخریب درست اونجاست که آدم احتیاجی به ایدئولوژی نداره من فکر میکنم که راست محافظه کار الان داره برخورد ایدئولوژیک میکنه و همینه که داره ورزش رو خراب میکنه ببینین همین نرفتن زناب ورزشگاه های برخورد ایدئولوژیکه من یه روزی یادم آقای احمدی نژاد گفت زنان برم ورزشگاه من یه مطلب نوشتم برای سرمقاله روزنامه اصلاح طلب سیاسی ولی اونا گفتن ما این مطلب چاپ نمیکنیم تو دفتر یه روزنامه زرد ورزشی بودم تیترش هم بود باورسازی بر عمود گفتم آقای رئیس جمهور باری کلا این یه کار خوبه ولی خب اون روزنامه نمیخواست این باری که رو به رئیس جمهور بگه و سردبی رو اون روزنامه زرد ورزشی به من گفت اینا چاپش نمیکنن بده من چاپ کنم گفتم اگه اینا چاپ نکردن تو چاپ کن نیم ساعت بعد زنگ زدن گفتن که ما نمیتونیم اینو چاپ کنیم و چون ما هم این حرفو زدیم ما و اونا و برخورد ایدولوژیک و منم بهشون گفتم شما شبه روشن فکر هستین شما شبه دموکرات هستین هر کی یه کار خوب میکنه باید ازش تعریف کرد آقای فانی فردا صبحش روزنامه اصلاح طلب سیاسی سر باورسازی بر عمود بود و روزنامه زرد ورزشی هم سر مقالش باورسازی یعنی این دو تا روزنامه همزمان این مسئله ارتباط برای درست کردن یه مسئله خیلی مهمیه خیلی وقته که اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای سوسیالیستی فرو پاشیدن دیگه ایدئولوژیات تموم شده من فکر میکنم که زمانیه که ما باید ایدئولوژی ها رو بذاریم کنار برای درست کردن اون چیزهایی رو که تو دنیای پسامدرن داره پشت سر هم خراب میشه بسیار خب آقای فروتن و... شما میکنم... شما سالهای طولانی هستش که در مربیگری میکنین در کشورهای اروپایی بودین در آلمان بودین در فرانسه بودین در سنگاپور بودین چند سال و همینطور تیم ملی ایران رو نزدیک به دو سال شما مربی... مربیش بودید شما تا چه فکر میکنین تا چند اندازه همه اینها برمیگرده به نقش خود مربی صرف نظر از تمام سیاست های پشت پردهش و تمام اون اشکالاتی که شما میگیرین به این ورزش بالاخره مردم وقتی که نگاه میکنن یه فوتبال رو ضعیف میبینن یه مقدار زیادی از چشم مربی میبینن ببینین شما اول برنامهتون گفتین که این بهمن فروتان یه آدمیه که بیشتر از همه تو این زمینه حرف زده اتباقا حرف من همینجاست من میخوام از مربیای ایرانی دفاع بکنم ببینید آقای فانی شما الان یه آدم برجسته تلویزیونی هستی ما خیلی دکتر برجسته داریم مثلا خیلی بیمار خیلی ها میخوان مثلا تو آلمان بیمارستان های خیلی مدرن تو ایران بزنن بسازن من ازشون پرسیدم چرا برای اینکه میگن شما دکترای خوبی داری شما ببینید ایرانی ها آدم های خیلی با هستن چی میشه که یه دفعه ما به مربیا که میرسیم این مربیا بی استعداد از آب در میان خب ببینین پول تو فوتبال خیلی زیاد اومده از همین کشوری که شما توش هستین از همین کشوری که من الان توش هستم هیچ وقت چهار تا مل... معلم با حقوق معلمی بلند نمیشن برن ایران زبان درس بدن ولی از هر گوشش صد تا مربی حاضل برنش بره ایران چرا برای اینکه تو این کار پول هست خب برای اینکه این, این مربیا بلنشن برن ایران و این پولا رو بگیرن چیکار باید بکنیم باید بازار داخلی خراب باشه باید مربیا خوب نباشن خب چجوری ساختار دلالی فوتبال ایران از مربی ایرانی مبصر ساخته دیگه ما به اون شکل مربی نداریم که واقعا اون شخصیت بین المللی مربی رو داشته باشیم یه ساختاری به وجود اومده که این ساختار مربی رو به پایین تر به پایین ترین سطح نزول میده و اینجا من باید از این مربیا دفاع کنم چون اگر ما امکانات، اگر زمینه برای اینا فراهم کنیم مربیای ایرانی خیلی باعثه دادن و آیا آ... آقای... اصلاً آقای فروتن. این آیا که سنرشته زیادی از تاکتیک دارن بسیار خوب، آیا فکر میکنین این مختص ایرانه یا اینکه کشورهای دیگه هم همین؟ شما در... گفتم در اروپا بودید، در سنگاپور هم بودید اونجاها وضع از چه قراره در این زمینه؟ ببینین، من... ایرانیا رو ملت با استعدادی میدونم یعنی شما با استعداد و جاه طلب جاه طلب به شکل مثبتش شما اگه یه ورزش بلند رو برداریم بیاریم تو بلند پرواز البته امبیسیوز فرانسوی ها میگن که همون جاه طلبی هم میشه جاه طلبی آدم باید تو ورزش جاه طلب باشه واقعا اه... شما اگه یه ورزش جدید وردنین ببرین ایران یه سال که همه اینو بازی کنن سال دومش میخوان قهرمان جهان شن این خیلی خوبه این بلند پروازی و جاه طلبیه حالا اگر تو این ورزش پول نباشه شما مطمئن باشین که قهرمان جهان میشن ولی اگر پول باشه اون ساختار دلالی که تو ورزش ایران رو واقعا لونه کرده اون نمیذاره که این پیشرفت به وجود ولی سوال من آقای فروتن این بود که در خارج و... چطوره در خارج مثل ایرانه یا اینکه اونجا وضع فرق میکنه چون شماشون منتقد بسیاری از هم... وضعیت وضعش در خارج هم هستید صد درصد ببینیم من همین چند مدت گذشته در کنفرانس خبری که بعد بازی داشتم از رئیس فدراسیون فوتبال آلمان انتقاد کردم و گفتم که چون ما نزدیک همدیگر رو میشناسیم و روزی که شد رئیس فدراسیون و من گفت دو به دو تا چیز من میخوام تو آلمان کمک کنم یکی فوتبال بانوان یکی فوتبال آماتور خب فوتبال بانوان رو واقعا کمک کرد چون کم خرجه ولی فوتبال آماتور تو آلمان داره از بین میره و این مسئله ایه که واقعا دیده میشه و خیلی جالبه که خبرنگارهای رسانه های حتی خبرنگار کیکر که اونجا نشسته بودن یا آه یا تدر دل کشیدن گفتن آقای فورتن تو از دل ما صحبت کردی یعنی اینا تا اون موقع نمیتونستن این انتقاد رو بکنن نه همه جای دنیا فوتبال الان درگیر یه سری مشکلاتی شده برای اینکه بحران اقتصادی اومده میگن که فوتبال پول سازه ولی فوتبال پول ساز نیست فوتبال وابسته به مالیات که حالا یه سیستم برتری که الان در جهان وجود داره سیستم سرمایه داری ولی این بحران به اینجا کشیده شده که مالیات ها هم دیگه اجازه نمیدن به ورزش بدن به این شکل دولت ها کنترلشون کم کردن نسبت به ورزش فوتبال به خصوص دست بونگاه های شرطمندی قانونی و غیر قانونی افتاده و مشکلات زیادی به وجود اومده که اگر ما نجوم اگر ما دنیای پسا مدرن رو دربست قبول کنیم و دست بسته بشینیم بگیم خب فوتبال هر جا که دلش میخواد بره این فوتبال هم مثل قایقرانی و از سواری نابود میشه ولی شما دنبال یه شما... شما آقای فروتن هم که چند سال پیش وقتی که از سنگاپور برگشتید و این حرفا رو در مورد فوتبال سنگاپور میزدید خیلی از دوستای آلمانیتون شما رو متهم می‌کردن که شما اسیر تئوری توتعه شدید ممکنه حق با اونا باشه یه وقت ببینین همین الان که من اومدم توی این استودیو نشستم میخواستم این مجله اشپیگل رو با خودم بیارم بیارم اینجا گفتم اگر سوال شما اون طرفی رفت بخونم براتون جوانای 18 سالم 1500 یورو گرفتن مال آرمینیا بیلفر تو بوندسلیگه یک بوده که برن بازیشون رو دو هیچ ببازن ببینین این مسئله گذشت این مسئله مال 6 7 سال پیش بود که به من گفتن تو مال خولیا داری ولی همونی هایی که به من گفتن مالی خولیا داری انقدر با معرفت بودن که به من تلفن زدن ایران و نامه نوشتن که ما رو ببخش تو مالی خولیا نداری و ما تو رو متهم کردیم و الان میبینیم خب بازرسین شهر بوخوم گفتن تا بازی توی اروپا دستکاری شده و بعدم اومدن اشاره کردن گفتن که این نوک کوه یخه خب نوک کوه یخ اگه بگیم ده درصد کل کوه یخه دو هزار تا بازی دستکاری شده 500 تا تیم حتما درش سهیم بودن مسئله اینه که اروپا میدونه که فوتبال دوچار مخاطره شده بحران های اقتصادی روی فوتبال تاثیر گذاشتن و چون دولت درگیر این مسئله نیست آینده خطرناکی ما من برای فوتبال پیش بینی کنم بس بسیار خوب از کنم که چون وقت من خیلی تنگه اگر ایجا... که بله بله بل بل ب... خب از کنم که چون... ما اگر که واقعا ببینید الان برنامه شما خیلی عزم خواهد من اینو کوتاه بگم برنامه شما این اجازه رو به من داده که به خطری که فوتبال تهدید میکنه صحبت کنم خب این اولین قدمه برای اینکه که ماها یک مقاومتی در مقابل این خطری که فوتبال رو تهدید میکنه انجام بدیم بسیار خوب و... بسیار خوب خیلی خیلی متشکرم خیلی, خیلی با, با سراحت صراحت آقای فروتان ولی حالا می‌خواستم یه خود به خودتون بپرسم. شما خیلی اصولا از دوره کودکیتون خیلی زندگی جالب توجهی داشتین شما در کودکی به قوم رفتین در دوره دبیرستان پدرتون در واقع ماموریتش به قوم بود و اونجا پدرتون که یک چپ بود ولی در واقع طرفدار حزب توده ایران بود ظاهرا ولی با یک افرادی که ظاهرا ناهمسنخ با اون خیلی نشست و برخاست کردین میخو... میتونه یه خود کوتاه برمون بگید که کیا بودن که رفقای شما بودن اون موقع بله <applause> ببینید من مدرسه سنلوی مدرسه فرانسویا میرفتم ولی پدرم منتقل شد به قوم و شد دبیر زبان فرانسه در قوم خب منم یازده سالم بود اون موقع رفتم با پدرم قوم دوستان پدرم مثلا آیت الله بهشتی بود خدا رحمتش کنه و امام موسا صدر خیلی صمیمی بود پدر من با امام موسا صدر من یادم یه دفعه آقای بهشتی اومد به پدرم گفت 20 تومن به داله مثلا اون موقع نمیدونم حقوقشون مثل اینکه 70 تومن بود گفت 20 تومن بده ما میخوایم یه روزنامه ضد توده ای چاپ کنیم پدر من یه دفعه چی میگی 20 تومن فلان اینا گفتش که خیلی خوب اگه 20 تومن ندی من اینجا میگم که تو توده ای هستی و ولی این طرف من به آقای بهشتی میگفتم امو بعد یه دفعه به من چشمک زد گفت امو میخوام بابا تو اذیت کنم و این به هر واقعا 50 سال پیش 50 سال پیش واقعا من تعجب میکنم از این دموکراسی که توی شهری مثل قم وجود داشت که آقای بهشتی با اینکه میدونست پدر من تو دیه میومد با شوخی میکرد میگفتش که ب بده من میخوام روزنامه شما از پدرتون صحبت کردین آقای فروتن پدرتون خیلی دوست داشت که شما سینماگر خیلی برجسته ای بشید و در واقع درس سینما هم خوندین یه مدتی هم کار کردید تو زمینه ولی به نظر میرسه که شما بیشتر علاقتون از همون بچگی به فوتبال بوده درچه درس سینما رو به خاطر پدرتون خوندین و درس مربیگری و فوتبال رو برای خودتون نه اتحاقا من فیلم و سینما رو هم دوست داشتم یه آبراهام پولانسکی بود اولین فیلمش ویلی بوی رو در سن هفتاد سالگی ساخت چون دگرندیش بود و در دوران مکارتی گذاشته بودنش کنار منم اعتمالا اولین فیلم رو در دوران هفتاد سالگی خواهم ساخت ولی مسئله مسئله سیاسی بود که وقتی من بعد از تحصیلاتم و کار در ضد اف و آرده به ایران برگشتم به خاطر مسائل سیاسی سینما رو گذاشتم کنار چون باید مثلا عضو یه حزبی می شدم تا میتونستم یه فیلم بسازم این کار رو قبول نکردم و برگشتم به فوتبال من بسیار. هم عشق به فوتبال دارم چون جفتش زیاد خیلی زیاد به هم شبیه هستن بسیار خیلی متشکرم یک سال آخر خیلی کوتاه اگه به من جواب بدین شما فکر می‌کنین در مسابقات جام جهانی چه تیمی برنده میشه با توانی یا بی تبانی؟ نه تا اینجا توانی نبوده خوشبختانه اینو کردم البته زدن. یه سیلی میستیکا بوده ام. نه واقعا تا اینجا برای اولین بار جام جهانی چون ببینین همه کشورها سعی میکنن بمونن اونجایی که جام جهانی حق بازی همه زود تعطیل میکنن میرن اما من فکر میکنم با بازیایی که الان دیدم تا الان دیدم آلمان و برزیل میتونن اگر وسط را به هم دیگه نخورن بازم فینالیست بشن خیلی متشکرم انگلیس تاسف بار بازی کرده در حالی که من فکر میکردم که خیلی بهتر از اینا باشه بسیار خیلی متشکرم بهمن فروتن از شرکتتون در برنامه به دیگر ممنون از شما